خب بینندگان گرامی، ما یک آگهی دیدیم، میان برنامه دیدیم، بازگشتیم درباره موضوع بسیار مهم حقوق محیط زیست یا زیستبوم و حیوانات ایران. از نظر معاهده‌های بین‌المللی داریم با دکتر جلدی، مشاور یا مدیر مطالعات پژوهشگری ایران در کانادا، گفتگو میکنیم. من از جناب دکتر جلدی میخوام که این بحث رو که ما با هم آغاز کردیم رو ادامه بدن. داشتیم درباره آب صحبت میکردیم و حقوق معاهدات بین‌المللی یا پیمان‌نامه‌های بین‌المللی آب. خواهش میکنم. سرپا خانم آرتمیس، شما میدونید یک رودخانه ای که در طول زمان طولانی چیزی بیش از 100 سال مسیر خودش رو پیدا کرده و این رودخانه در طی اون مسیر جاری هست، یک اکوسیستم یا محیط زیستی رو برای خودش و تمام اون محیط اطرافش به وجود میاره که هر گونه تغییر در این مسیر رودخانه اسباب خسارت بسیار زیادی هم به آبزیان و هم به اون محیط زیست اطراف این رودخانه ایجاد میکنه. در پیش از این حادثه شوم سال 57، 1400 در ایران ساخته شد. یعنی ایران برای تولید برق تنها 14% احتیاج داشت که این هم ساخته شده. فقط در سال 2007 ایران 88% ساخته، که در سال 2007 از افتخارات نظام نامقدس جمهوری اسلامی این هست که مقام اول سدسازی در جهان رو کسب کرده، چون هیچ کشور دیگه در جهان به این گونه وجه بسیار نامعقول و خشونت آمیزی محیط زیست خودش رو تخریب نکرد که جمهوری اسلامی کرد، در عرض یک سال 88% ساخت. که البته همه بینندگان عزیز میدونن ایجاد و ساخت و ساز این سدها از زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی و باند بساز و بفروش ایشون و خانوادهش و بعد هم واگذاری این سیستم بساز و بفروشی به برادران قاشقچی سپاه که از اون مرکز سازندگی خاتم الانبیا استفاده میکنن و این سدها رو بدون هیچ گونه نیاز واقعا به این سدها در اون محیط اطراف اینها رو میسازن. حدودا 580 سد در زمان 38 سال نظام نامقدس جمهوری اسلامی در ایران ساخته شده. 580 سد. بینندگان گرامی توجه بکنید چه آسیب وحشتناک و چه کار غیر کارشناسانه، فقط به خاطر راندخاری و زد و بندها و بخور بخوری که در احداث هر سد برای یک عده ثروتهای نجومی و افسانه‌ای رو به ارمغان می آورد و دزدی منابع ملی در واقع. دقیقاً که ما در پژوهشکده در مورد این سدسازی ها کار تحقیقاتی بسیار زیادی که انجام دادیم، یکی از نکته هایی که توجه منو با خودش جلب کرد این بود که اصولا این سدهایی رو که اینها در ایران ساختند، اینها به ترجمه فارسیش تقریبا میشه تشتک بخار. یعنی به این مفهوم هست که چون درجه حرارت در بخش اعظمی از ایران بسیار درجه حرارت بالاییه، برای یک تعداد روز بسیار زیادی از سال، در نتیجه وقتی این آب رو اینها پشت سد انبار میکنن، این رو فقط تبدیل میکنن به یک تشتکی از آب که بعد بخار میشه و میره به هوا. یعنی این آفتاب این آب رو بخار میکنه، یعنی مایه حیاتی رو اینها فقط به خاطر چپ مسابقه در چپاول اموال ملی بخار میکنن میفرسن هوا. این همون ضرب المثلی است که میگن همه چیز رو سوزوند و دودش کرد فرستاد هوا. این کاری است که این نظام جمهوری اسلامی داره انجام میده. من فقط این رو عرض بکنم، در کشور امریکا در عرض 13 سال گذشته 54 تا از سدهای قبلی رو که ساختن تخریب کردن. یعنی خود دولت امریکا و کمپانی هایی که در امریکا صاحب این سدها بودن، 54 تا از سدهایی رو که در امریکا ساخته شده بود تخریب کردند و دوباره جریان این رودخانه ها رو برگردوندن به اون جریان تاریخی خود این رودخانه که محیط زیست و شرایط آبزیان رو حفاظت بکنن. یعنی دقیقا برعکس کاری که در نظام نامقدس جمهوری اسلامی
برای رودخانه ها و منابع آبی ایران داره انجام میشه. حالا جناب جلدی، من ازتون میخوام درباره منابع دیگر مانند جنگل ها و خاک وضعیتش در ایران چگونه است. میدونین که حیوانات، جنگل ها، خاک، همه اینها به شدت در حال فرسایش و نابودی هستن و اینا در واقع پاک کردن تمام جنگل ها رو. تقریبا میشه گفتش که جنگل های زاگرس یک دهمش اصلا از دست رفته. کاملا صحیح میفرمایید. من حدود یک ماه پیش بود که یک ویدیویی رو از ایران برای من فرستادن که از بخشی از کارخانه سیمان در مازندران از تپه مقابل شخصی ایستاده بود و با دوربین این رو فیلم برداری کرده بود که چگونه این کارخانه سیمان هم با ایجاد اون آلودگی در هوا و این دود و آلودگی هایی که از دهانه لوله این بخاری این کارخونه خارج میشه تمامی این جنگل رو از بین برده و همچنین پاکسازی، یعنی بین کل شما یک منطقه وسیع از این جنگل رو در دل این کوه میبینید که از ته تراشیدن و از بین بردن برای توسعه کارخانه سیمانسازی در وسط دل یک جنگلی که به عنوان ریه تنفسی بخش مهمی از کشور ایران هست. اگر این در کجا این اتفاق افتاده؟ یک ماه پیش این فیلم رو برای من فرستادن که ما بر روی یوتیوب پژوهشگری متولد ایران قرار دادیم. و در کدام قسمت ایران؟ مازندران. در مازندران، در جنگل‌های هیرکانی که از با ارزش‌ترین جنگل‌های بین‌المللی هم و نمونه ندارن در جهان، همین یک نمونه در جهان از جنگل‌های هیرکانی شمال ایران هست. می‌بینید که به چه وضع اسفباری این منبع بسیار با ارزش جهانی زیست محیطی رو اینها دارن نابود میکنن، همون گونه که طرحهای آبخیزداری رو استفاده نکردن و تمام بدنه های کوها و شیب ها تمام دچار خوردگی و فرسایش شده و همون گونه که میبینید غیر کارشناسانه تمام شمال رو شروع کردن به پاکسازی و ویلاسازی. کاملا صحیح میفرمایید. یک نکته ای که در ارتباط با این پاکسازی جنگل ها خدمتتون باید عرض بکنم، برخلاف تمامی پیمان‌نامه های بین المللی در مورد محیط زیست، کشورها متعهد هستند، دولت جمهوری اسلامی متعهد هست که از خاک که قابلیت زراعت داره حفاظت بکنه بر اساس تمامی معاهدات و پیمان‌نامه های جهانی. خب شما مشاهده میکنید وقتی این جنگل رو پاکسازی میکنن و از ته تمام این درخت‌ها رو میزنن، اولین حادثه‌ای که اتفاق میفته این هست که بعد از نخستین بارندگی تمامی این قشر نازک خاک حاصلخیز توسط سیلاب شسته میشه و میاد پایین به داخل رودخانه ها میریزه و بعد از اون منطقه خارج میشه. و این جالبه که باز هم میهنان اینو بدونن، برای هر یک سانتیمتر مکعب خاک تقریبا چیزی حدود 400 میلیون سال وقت صرف میشه که فقط یک سیسی خاک، یک سانتیمتر مکعب خاک ساخته بشه و شما اوج فاجعه رو اینجا درک میکنید که هرگز این خاکی که به این سرعت داره فرسایش پیدا میکنه دیگه ساخته نمیشه، به عمر 100 نسل بعد از ما هم ساخته نخواهد شد و این وضعیت اسفباری است که ما داریم کشور رو تحویل نسل‌های آینده میدیم، کشوری که در اون مدنیت به زودی از بین خواهد رفت. شما به نکته بسیار خوبی اشاره کردید سرکار خانم آرتمیس و اون هم این هست که برخلاف تمامی ناهنجاری های حقوقی که در داخل نظام نامقدس جمهوری اسلامی وجود داره و مردم روزانه با اون مواجه هستن و باهاش دارن مبارزه میکنن، مسئله نابودی محیط زیست در ایران، نابودی زیست بوم، نابودی هوای پاکیزه، آب پاکیزه و زیست بوم، یک مسئله نیست که فقط با مردمی که امروز دارن در داخل ایران زندگی میکنن ارتباط داشته باشه. این مسئله است که بر روی نه فقط نسل آینده بلکه ده ها نسلی که در آینده در این کشور باید بتونن زندگی بکنن تأثیر خواهد گذاشت و این وظیفه تک تک مادران و پدرانی هست که نخستین وظیفه خودشون میدونن که کودکانشون رو حفاظت بکنن
خب شما اگر نتونید که هوای پاکیزه برای این کودک تامین بکنید، چگونه این کودک میخواهید حفاظت بکنید؟ اگر آب پاکیزه برای این کودک وجود نداشته باشه، چگونه میخواهید از این کودک حفاظت بکنید؟ اگر زیست بوم پاکیزه وجود نداشته باشه، وقتی این کودک میره در کنار دریا، تمام زباله های بیمارستانی رو به خصوص و از سر قصد میارن در سواحل دریای مازندران میریزن، و بعد این کودک اگه بره در اونجا یکی از این سوزن های آمپول که آلوده به بیماری زردی یا هپاتیت یا هر چیز دیگری باشه به دست یا پای این کودک فرو بره و دیگر جبران ناپذیر خواهد بود. اینها مسائلی است که غیر از این موضوع قربان، وقتی که شما فاضلاب ها یا پساب کارخانجات، بیمارستان ها و جاهایی که پساب آلوده بسیار خطرناک تولید میکنن، اینها حاوی آلودگی های شیمیایی و همچنین آلودگی های بیولوژیک یا زیست شناسی، یعنی بهش میگن آلودگی هایی که زنده است، مثل میکروارگانیسم ها، مثل باکتری ها، ویروس های مختلف، وقتی که این آلودگی ها وارد دریای خزر میشه، تمام اکوسیستم اونجا رو آلوده میکنه. یعنی شما ماهی که از اونجا میخورید هم آلوده است. شما هر نوع استفاده‌ای که بخواید از آب دریای خزر بکنید، ساحل بسیار زیبایی که محل میتونست تجمع توریستای جهان باشه و نمیدیدید در پیش از این شورش 57 زیباترین جز زیباترین سواحل جهان بود و مردم اونجا شنا میکردن، روی شنهای ساحل دراز میکشیدن، آفتاب میگرفتن، کودکان اونجا قله های شنی درست میکردن، نه تنها تمام این پتانسیل بسیار با ارزش تولید ثروت و تفریح و شادمانی و زندگی ساختن برای کشور از بین میره، بلکه تمام منابع اکوسیستم اون دریای خزر و محیط اطرافش و محیط پیرامونش، جنگل ها و سواحل اطراف تمام از بین میره. ماهی های آلوده ما خواهیم داشت، دریای خزری که جواهر ازش استخراج میشد، خاویار که بهش میگفتن طلای، واقعا طلای سیاهی که در اونجا تولید میشد، خاویار سیاهی که در دریای خزر تولید میشد که هر چند گرمش چند ده هزار دلار در این بره آب میارزه و چه منبع تولید ثروتی و چه منبع تولید کار و اشتغال زایی بود برای جوانان اون کشور، تمام اینها از بین میره. ماهی های زنبورون در اونجا از بین خواهند رفت و همچنین که تعدادشون بسیار کم شده. و این آلودگی رو فقط کشور ایران هم درست نمیکنه، متاسفانه جمهوری های جدا شده از روسیه پیشین یا اتحاد جمهوری شوروی پیشین که اکنون کشورهای مستقل شدن بسیار آلودگی درست میکنن، پساب بسیار کارخونه های خطرناکی رو دارن در آب خلیج در آب دریای کاسپیان میریزن و ما متاسفانه مواجه با مرگ تدریجی این زیبا دریاچه جهان هستیم که نامش ایرانی بود و بخش بسیار بزرگش ایرانی بود تا پیش از اینکه قسمت های بسیار بزرگی از ایران از این جدا بشه. دقیقاً قسمت حاصلخیزش، قسمت پر ارزشش که جنوب دریای کاسپیان بود، دریچه کاسپیان بود، در اختیار ایران بود و همه اینها متاسفانه در حال مرگ و نابودی است. حالا یک کمی درباره حیوانات یا جانداران ایران صحبت کنی، اون گونه بسیار با ارزش و کمیاب و منحصر به فرد یوز پلنگ ایرانی، یوز پلنگ زرد ایرانی که در جهان شاید فقط 60 قلادش بیشتر باقی نمانده باشه، پلنگ ایرانی که متاسفانه در حال انقراض، ببر مازندران که نسلش از بین رفته، و شیرهای ایرانی و گونه های بسیار با ارزشی که تنها نمونهش در ایران میتونست پیدا بشه در جهان و خیلی از اینا در حال انقراض و خیلی متاسفانه شکارچیان بسیار بیوجدانی که اونها رو شکار میکنن و مجوز شکار اینها رو متاسفانه خیلی اوقات حتی از دولت میگیرن و حتی اونایی که غیرقانونی اینها رو شکار میکنن و شرم واقعا بر کسی که در ایران نام خودشو شکارچی میگذاره و واقعا نفرت بر اینها باد که اسلحه دستشون میگیرن و این گونه های در حال انقراض و در حال از بین بردن. یکم درباره اینها خواهش میکنم، آیا اینا حقوق و معاهده یا پیماننامه بین المللی برای حفاظت و حمایت ازشون هست؟ کاملا تمامی این حیواناتی که در زیست بوم ایران زندگی میکنن بر اساس پیمان نامه های
بین المللی که ایران جز امضا کننده های این پیمان نامه هست از یک حقوق برخوردار هستن که نخستین اون جلوگیری از شکار بی‌رویه این حیوانات، دوم بهینه سازی شرایط زیست این حیوانات، یعنی که محیط هایی که جنگل هست، مراتع هست و این حیوانات دارن در اونجا زندگی میکنن، اینها همه باید حفاظت بشه و به عنوان پارک های ملی ثبت بشه و محیط بانان و زیست بانان برای این حیوانات در اونجا گماشته بشه. به علاوه این که گونه های بسیار نادری که فقط متعلق به مردم ایران نیست، این گونه های نادر متعلق به تمام مردم جهانه، متعلق به عالم بشریته. شما وقتی در مورد گوزن زرد ایرانی صحبت میکنید، شما در مورد یک گونه از حیوانات دارید صحبت میکنید که متعلق به عالم بشریته. وقتی در مورد یوز پلنگ ایرانی صحبت میکنید، این فقط مربوط به مردم ایران نیست، این مربوط به تمام انسانهای بر روی کره زمین هست، چون در جای دیگری شما نمیتوانید این حیوانات رو پیدا بکنید. و این مسئولیتی که بنابراین مردم و به خصوص دولت و حکومت در داخل ایران بر دوششون هست، نه تنها شامل قوانینی هست که بر اساس این قوانین اینها موظف شدن اینها رو حفاظت بکنه، بلکه بر اساس یک وجدان انسانی جهانی است که اینها موظف هستن بر اساس این وجدان جهانی از این حیوانات حفاظت و حمایت بکنه، که همونطور که شما فرمودید نه تنها حفاظت نمیکنن و نه تنها حمایت نمیکنن، بلکه حتی مجوز شکار صادر میکنن برای شیوخ خلیج فارس که بیان در اونجا و برن هوبره های ایرانی رو در جنوب ایران شکار بکنن، یا واقعا عقاب ها و شاهین های ایرانی که از واقعا حیوان های نادر در جهان هستن و بسیار هم گران قیمت هستن، و این گران بودن قیمتشون به دلیل این هست که اینها نادر هستن، یعنی وجود هر یک کدام از این شاهین ها و عقاب ها به اندازه یک جواهر دریای نور یا به اندازه یک جواهر کوه نور میارزه، و اینها رو بدون هیچ گونه واقعا توجهی به ارزش جهانی این موجودات بذل و بخشش میکنن، اجازه میدن که بیان در اینجا اینها رو شکار بکنن، گوزنهای زرد و مجوز شکار براشون صادر میکنن، که متاسفانه من شاهد این بودم که چند نفر از شکارچی های اروپایی، چند شکارچی از آلمان، اینها در داخل یک تور توریستی که توسط وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ترتیب داده شده بود، اینها موفق شده بودن جواز شکار گوزن زرد ایرانی رو بگیرن و به عنوان توریست توسط وزارت ارشاد آمدن در داخل ایران و بعد مجوز سازمان محیط زیست سرکار خانم ابتکار رفتن و گوزن زرد ایرانی رو شکار کردن، ایستادن باهاش عکس گرفتن. شما حتما خاطرتون هست چند وقت پیش که یک دندان پزشک امریکایی در آفریقا یک شیر رو شکار کرده بود و این شیر اتفاقا اصلا در اونجا تولید شده بود برای شکار، ولی وقتی این شخص عکس یادگاری از خودش گرفت که این شیر رو شکار کرده و بالای سر این شیر ایستاده و داره عکس میگیره، چه حمله تمام مردم امریکا به این شخص کردن که تو به چه جرعتی میری در افریقا و این شیر رو شکار میکنی؟ جناب جلی، من اینجا اضافه بکنم برای اینکه پایان برنامه است، من این نکته رو اضافه بکنم، ما همینجا دست تمام اون زیستبانان یا نگهبانان محیط زیست رو می فشاریم که جانشون رو کف دستشون گذاشتن. من متاسفم وقتی که میشنوم و واقعا شرم‌آور وقتی میشنوم که زیست بومبانان رو در ایران میکشن و اینها برای نگهبانی از این آب و خاک، برای نگهبانی از جانداران این آب و خاک جان خودشون رو از دست میدن. من خواهش میکنم از تمام مردم که در شب خصوص در شهرها و شهرستانهای کوچک در روستاهای زندگی میکنن و این محیط زیست اونهاست، زیست بوم اطراف اونهاست، خواهش میکنم
اینقدر آگاهی داشته باشید که اینها رو جز فرزندان خودتون بدونید. یعنی فکر کنید هر یک جانداری که در اطراف شما شکار غیرقانونی میشه فرزند خودتون کشته شده، و این اندازه برای اونا اهمیت قائل باشین. زیست بومبانان رو نگهداری کنید، این نگهبانان محیط زیست رو کمک کنید، ارزش اینها رو بدونید، ارج بذارید، برای اینها احترام قائل باشید، از اینها نگهبانی کنید، پشتیبانی کنید. وقتی که اینها دارن جانشون رو میذارن با اون حقوقای بسیار کمی که میگیرن برای محیط زیست ایران، برای زیست بوم ایران دارن فعالیت میکنن، خواهش میکنم که همه مردم ایران پشتیبانی کنید از اینها، از خانواده هاشون هر کمکی از دستتون برمیاد برای بازماندگان اینها انجام بدید. و یک خواهش بزرگ دیگه من دارم از تمام روستانشینان ایران که من میدونم اونها بسیار بسیار آگاه شدن، خبرهای بسیار خوشی میشنوم که شما نگهبانی میکنید، پلنگ حتی اگر از گرسنگی به روستای شما حمله میکنه شنیدم که براش مرغ و خروس میندازید که این پلنگ ها تغذیه بشن و نمیرن از گرسنگی، براشون آب میذارید. من سپاسگزار هستم از تمام ایرانیان با وجدانهای بیداری که دارن برای زیست بوم ایران زحمت میکشن و نگهداری میکنن و وظیفه ملی و میهنیشون انجام میدن. این یکی دیگه از اون تعاریف میهن پرستی است که ما بارها درباره اونها با شما در برنامه‌های گوناگون صحبت کردیم. میهن پرستی، نگهبانی از میهن، پرستاری از میهن و پرستاری از هر آن چیزی است که به این آب و خاک مربوط میشه، از آب، هوا، خاک، از زیست بومش، از جاندارانش، از گیاهانش و از مردمی که در اون کشور هست، همراه با نگهبانی از تاریخ و فرهنگ ایران، از شخصیت‌های ملی و قهرمانان ملی ایران، و اینکه ما خودمون رو بشناسیم و به اون خودآگاهی ملی برسیم و حرکت و جنبش بسیار زیبایی مانند رویداد پاسارگاد رو رقم بزنیم. ما همینجا حمایتمون رو از تمام ایرانیان میهن پرست در اون کشور در هر گوشه که هستید و هر کار و اقدام ایران گرایانه‌ای که انجام میدید نشون می‌دیم، جنبش رنسانس ایرانی در این راستا قدم برمی‌داره. سپاسگزارم از شما جناب دکتر جلدی از اینکه در این برنامه با ما هم راه بودید و از سخنان با ارزشتون بینندگان این برنامه تونستن استفاده بسیار زیادی ببرن. امیدوار هستم که همه ایرانیان روز به روز این آگاهی و خودآگاهی ملی درشون بیشتر بشه و با حقوق اولیه‌شون حداقل آشنا بشن، و این اون مردم هستن که اون کشور رو نجات میدن و اون کشور رو نگاه خواهند داشت. سپاسگزارم و شما رو به خدا میسپارم. سپاسگزارم بهتون.